سلام و جدت خدمت شما بینندگان و امیدوارم که در ادای وظایفتون و طاعت و عباداتتون موفق و معید باشید و صاحب توفیق در خدمت عزیز دلمون جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین وافی هستیم با بیان مباحث احکام شرعیه به محضرشون سلام و عرض ارادت المجاور سلام علیکم و رحمت الله و سلام قبول باشه سلامت باشید موفق باشید الله. عرض شود که یه سوالی که در ماه رمزان زیاد برای مردم مطرحه من این رو عرض بکنم چون قبلا باید گفته باشم و اون این که کسی که روزه قضا داره نمیتونه روزه مستحبی بگیره من از پارسال از سالای قبل حتی اوی روزه داد روز قضا دارم باید میگرفتم نگرفتم الان اید قدیر فرض کن بشه آیا میتونم روز مستحبی بگیرم؟ نه باید حتما نیت قضا بکنم ثواب مستحبم رو میبرم ولی نیت مستحبی نمیشه اما روزه استیجاری میتونه بگیرم یا برای میت یعنی من در اینی که خودش قرض داره اصطلاحا آره، بله استیجاری بله خودم قضا دارم ولی الان میخوام پنج روز برای پدرم بگیرم یا نه پول از یکی بگیرم روزه استجاری بگیرم اونایی که اجزه میدم پس با اینکه روزه استجاری در اصل واجب نیست میشه ولی روزه مستحبی اگر بگیره باطل خب اما تو مبتلات روزه بودیم خوردن و آشامیدن رو مقداری توضیح دادیم و ارز کردیم خدمتون که آمپول زدن ها بلا اشکاله حتی اونهایی که آمپول خوراکی و سرم ها رو احتیاط میکنن چون احتیاط فتوا نیست بسیاری از علما میگن خیر حتی سرم هم بلا اشکاله بنابراین در آمپول زدن هیچ بحثی نیست و میشه آمپول زد سرم زد و آمپول های خوراکی هم مصرفش اشکالی نداره چون خوردن و آشامیدن محسوب نمیشه البته با اون رجوع احتیاطی که خدمت رو کرده حالا خیلی پیش میاد ماه رمضان خصوصا الان که روز به روز داره روزا بلندتر میشه یعنی از صبح داره میره جلو ما میبینیم مثلا فرض کنین فرزن ساعت پنج رو به صبح بوده چند روز بعدش میبینیم شده پنج ده دقیقه ما رو همون حساب داشتیم میخوریم همچین داریم غذا میخوریم میدونیم الله اکبر الله اکبر از آن مثلا تو دهانمون آره تو ده حتی داریم میجویم فوری باید برزن بیرون هرچی هست تا تو فضای دهانه اشکالی نداره ولی نه اگر تو، تو، نه فرو نباید بدن دیگه میگم دیگه بعد فوری برزن بیرون سرفه هم حصفه کنن تمام شی اگر ذره ایشو عمدن فرو بده روزه باطل میشه و کفاره هم داره میگه حالا داره مسواک کرده یه قورت آب بخورم داره آب میخوره یک دفعه میفهمه ازن صبح شد باید فوری آب رو خالی, خالی کنه آب رو یه ذره عمدن اگر فرو بده بیاره چیزی نیست دیگه اه. این فوری به محض اینکه که از شد فهمید ازانه بایستی بریزه بیرون و کفاره میاد مسئله بعدی این است که حالا توی آغاز روزداری با شنیدن کلمه الله اکبر دیگه ما وظیفه ممنوعیت های خورده نار داریم. در افتار چی؟ انتهای از آن یا باید صبر کنیم؟ یا اینکه نه همون من الله از اگر از آن دقیق گفته باشه آغاز الله اکبر چون از آنها رو دقیق ممکنه نگن یعنی ابتدای اذان صبح وقتی که شما میتونید بگین الله اکبر الله اکبر و میتونین نماز رو شروع بکنین و همون لحظه امساکم هم بایستی انجام شده باشه بنابراین در طرف مغرب اذان صحیح رو دارم میگم تا فهمیدی اذان مغربه میتونی فوری نماز بخونی میتونی فوری روزه رو افتار کنه تموم شد ولی جهات ب... احتیاطی که میفرمید اون جهات احتیاط فقط در ازان صبح جای خودش میگم در طرف ازان مغرب جای احتیاطی نمیمونیم طرف ازان صبح چون تشخیص ازان صبح در هوای فعلی مشکله بعضی ها میگن به جای خودش گرفتی میگم به جای خودش خب دیگه مثلا غذای لای دندون انسان مونده غذای گوشتی خود لای دندونش مونده خب در روز اگه نیورد بدون لای دانو حساس ولی اگر کنده شد فرو دادنش عمدی اگر باشه روزه رو میکنه اما اگه خب بی اختیار فرو رفت شد اشکال نداره گای قدم یادش نیست گای قد یا فرو میره اون ولی باید بیرون بیاره اما آب دهان هر زیاد باشه ولی اینکه چه ترشی میبینین انار دون میکنن یا حرفی میزنن آب دهان به شدت دره و زیاد ام. بشه به هیچ وجه اشکال نداره آب دهان هر چی باشه فرو دادنش اشکال نداره آبیس یعنی خوردن حساب نمیشه از درون داره میره درون چون باید بدون همطوری که ترشحات بزاق زیاد میشه ترشحات تو معده زیاد میشه ترشحات میگم بله اینا از هیچ مشکل آب دهان از. نداره اما خلط سر و سینه خلط سر و سینه یعنی چی خلط سر اینه که شما اینجوری میکشین بالا یه چیزی میاد, میاد توی بله از تو بینی میاد توی حلق اینو ما میگیم خلط سر چون از قسمت بالا رفته خلط سینه این که سرفه میکنین میاد توی حلق تا تو فضای دهان اومده نیامده هیچ یعنی معمولا ماه رمضان شما دقت بکن یا آینه بگیرین جلوی خودتون تهی گلو نگاه میکنین میبینین پر از خلطه چون مایات مصرف نکرده خلط آه. زیاد میشه پس هر چی تو گلو هست فرو میره اشکال نداره ولی که داریم میبینیم داره فرو میده اشکال اما اگه اومد تو فضای دهان فضای دهان از کجا میگیم از اونجایی که حرف ق ق که میگی میشه برخورد میکنه به این ورش دیگه میشه فضای دهان عینا حنا اونا نه حرف ق آخر دهانی که این شکلی میشه میشه از اونجا به این ما میگیم فضای دهان اگر وارد فضای دهان شد خب اکثر علما میگن فرو دادنش ممنوعه اما آیا باطل میشه روزه اگه فرو بدین یه اختلاف فتوایی فتوای سریع بر بطلان نداریم اما اکثر علما احتیاط واجب میکنند میگن احتیاط واجب فرو ندید بیرون باید بندازید بیرون خب حالا اینجا چیکار کنیم بعضی از فقها میفرمایند اگر سر باشه فرو ندین اینجوری کردیم اومد این دهان فرو ندین ولی اگر صرفه کردین اومد فرود دهان فرو دادنش چیکار نداره چون داخلی حساب میشه اما چون احتیاط اینا و بسیاری از علما هستند هستن که میگن نه فرو دادن خلت مثل آب دهانه از بیرون که نرفته اشکال نداره بنابراین حالا کسی یک دفعه اومد دهانشو حالا یه خورده شاید میتونه فرو نده فرو داد این روزش باطل نمیشه چون احتیاط رجوع میکنه اینجا عمد و غیره عمدم نداره که عمدم اگر فرو داد چون میگن احتیاط واجب باطل میشه و بعضی از علما میگن باطل نمیشه این احتیاط قابل رجوع به اون علماست اشکالی پیش نمیاد ولی سعی بکنن چنین چیزی پیش نیاد ولی خیال نکنه فوری روزش باطل شد بسیار. بسیار جویدن غذا حالا کم اتفاق میفته قبلا اینطور مادرها غذا رو میجویدن مغز بادم رو میجویدن میذاشتن بچه بچه‌شون حالا وسائلی اومده مدرن شدن همه جویدن غذا برای بچه یا برای پرنده جوجه ها رو میخوان دون بدن نون رو میذاره میجوه میریزه بر جوجه ها و همینطور چشیدن غذا آشپز خانم مال ما رمزون روزن این مواد افتاری درست کنه و بله. باید ببینه غذای شور شیدینه ترش رو باید بدونه میشه آره. این بعد چی اینا هیچ مبتله روزه نیست تا وقتی فرو ندین ذرات رو یعنی بازم تو اون فضای دهانش نگه داره تعمل فهمید میجوه این... می که بچه ده. آب میچرخ خود دهانش ذراتش میریزه بیرون چی که نبود سه مرتبه آب دهان میندازه تمام شد دیگه یعنی روزه رو یعنی خلاصه بدین جویدن غذا روزه رو باطل میکنه چه آدامس یه کسی آدامس مثلا میبینه دهنش خیلی چیز شده آدامس میجوه ولی هیچ آبش هم شیرینیش هم فرو ندا میجه بیرون اندازه که طعم دهانش, دهانش عوض بشه و هیچی فرو نمیده مثل که مسواک زدن شما مسواک ولو با خمیر دندان مسواک که میزنی خب ق... مدت ها مزهش از مزهش اشکال نداره ذرات که داد بیرون یا آبم چرخون داد بیرون ولو اینکه که مزهش هنوز باشه مزه ای غذایی که شیرین بوده چشیده ترش بوده چشیده موله یا تعم خاصی در مثلا خمیر دندون اینا هست اینا هیچ کدوم مبتل روزه نیست اشکالی هم نداره اما اگر از اون آب و کفش رفت احیانا پایین اون روزه رو نه 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 احیانا نه احیانا رو ببینید اگر عمدن فرو بده اگه اتفاقی غذا داره میشه میریزه برش اتفاقا فرو بره نه این بحثش اینه که معمولا فرو نمی اتفاقا فرو رفت مسواک کرد معمولا فرو نمی رفت اتفاقا این دفعه فرو رفت این باطل نمی کنه. ولی اگر معمولا هر وقتی که مسواک کردی خود فرو می رفت این اینجا دارم. حق نداره مسواک بکنه و اگر کرد و رفت فرو البته کفاره نداره ولی غذا رو داره چون با علم اینکه این احتمال بهش بله. بیاد اگه همیشه معمولا اینطوری میشد اون مسئله اینطوری گاهی اوقات گا ما رو از کسی خیلی ضعفش گرفته خصوصا بچه ها دختر بچه هایی که تازه به تکلیف سر نه سالش نو سال. تموم شده مادرها مادرها که نمیدونن که دنیا چه خبر پدرام نمیدونن بچه هم نمیدونن خب این دلش میسازه بچه هم ضعفش گرفته بیا یه ذره بخور بابا این مسئلت این یکیشو که میخوره تا روزه به دوشش گذاشته چی ضعفش گرفته انسان به علت ضعف نمیتونه روزه بخوره آقا چنان ضعف میگیری که باید بخوابه بخواب کار نمیتونم بکنم کار نکن میخوای برو چهار فرسخی بخوره بیا حق این که انسان برای ضعف روزه بخوره نداره اما اگر اگه ضعف به حدی باشه که معمولا انسان توانشو نداره اون دیگه چی روزش باطل میشه کفاره هم نداره بعدا قضاشو میگیره ولی در هر صورت باید بدونه در صورتی که میتواند به هیچ وجه به خاطر ضعف نمیتونه روزه بخوره معمولا خوب اینجا راهنمایی بکنم بچه خود بچه کوچولو اگر ضعف گرفتشون این مقدار بشینن خود یه ظرف آب نمک درست کنن پاشوره آب نمک پاشور بزنن تو آب به یه شکلی خودش رو کنن نمیش. حتی اگه میشه مثلا یه دوش آب سرد بگیره که روزه نمیشه ولی به هیچ وجه خوردن روزه مبتل نمیتونه به خاطر ضعف انجام بده خب این در خوردن و آشامیدن گرچه هنوز مسئله زیاده ما کلیاتش رو میبینیم این ضعف فقط راه فرارش اینه که بره اون فرسخ و بیرون به اون میزان و برگرده نه ضعف انسان اصلا میخواد روزه نگیره به هر دلیلی دختری از امروز عروسیشه مثلا نیمه ماه مبارک رمضان کار زیاد امام مشتباس خب عروسیش گذشته حالا حالا باید بره آرایشگاه آرایش بکنه بعدا مواظب باشه چی کار کنه مواد نره مشکلات داره هیچی اول صبح سری میشینه تو ماشین باباش میره چهار فرسخی او اختیار داره روزش رو میخوره بعد میگرده اون پدرش که نخورده رسید به وطن روزش درسته اون خورده هیچ اشکال نداره راه امروز شاید جلوتر امروز که به ماشین میشه چند دقیقه بری 20 کیلومتر 22 کیلومتر حد اکثر رفتن که چیزی نیست که آدم میره و برمیگرده پس راه خدا گذاشته دقت کنین اختیارا کسی که هیچ کاری هم نداشته شه. من دلم میخواد روزوز روزه نگیرم اشکال نداره روی این مرم. حد ترخص هم همین الان اگر امکان 22 کیلومتر رو بره یا نه رفت و برگشتش 22. دقت میفهمم ما این حد ترخص نیه حد, 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 حد سفره حد, ترخص مال بس که درد. صدای صدای اذان رو نمیشنوه درست پس حد ترخص یه چیزی حدود دو سه کیلومتر آره اینجا مثلا بالای خب. شاید ترخص آره پس بنابراین ببینین پس بنابراین من از فرض کنین وطنم قومه دیگه بله. خب حالا میخوام روزه رو بخورم خب میگم میرم تا چهار فرسخی میام یعنی چهار فرسخ میرم چهار فرسخم برمیگردم در مجموع میشه هشت هش فرسخ, فرسخ. بله. خب به محض این که از اونجایی که صدای از آنو نمیشه و رد شدم روزه دیگه نیستم میتون... گرچه هنوز به چهار فرسخ رو میتونن بخورم ولی باید برم تا چهار فرسخ های قصدم تا اونجا برم به که به حد ترخص رسیدیم که روزه باطله و همچنین پدر دختر که به تو فرضی گفتیم تارف بیرون روزش باطله روزه نیست رفت اونجا دختر خورد ولی پدر نخورد. دختر لازم نیست چهار فرسخ هم برسه همین چند کیلومتر رفت دختر خورد ولی پدر میره چهار فرسخی بر میگرده هنوز نرسته به وطن یعنی هنوز مثلا کنیم پنج کیلومتر بوده به شهر هنوزم روزه نیست یعنی اگه دخترم رفته چهار فرسخی نخورده اومده پنج کیلومتر شهرم نه الان میتونه بخوره بله چون هنوز مسافر حساب میشه چون دختر قصد سفر هر دو چون نه چون رفت دوتاشون روزه باطله اما اگه وارد عده ترخص شده که دیگه صدای اذان رو میشنون اونجا ارک اونی که خورده که هیچی اونی که نخورده دیگه نمیتونه بخوره آها پس اینجا دوباره تجدید نیت نمیخواد تجدید نیت دوباره نمیخواد خود به خود نیت چون تصمیم میشه که روزه بگیره آها. نیت چیز دیگه ای که نیست لازم نیست چیزی بگه که پس کفایت میکنه و کاری نداره بسیار عالی اجازه بدید یک فاصله بگیری من جناب آقای وافی رو بدرقه میکنم برمیگردم و تطمیه برنامه رو در خدمت شما خواهم